نقش فضای مجازی در انتخابات روز گذشته ریاست جمهوری ایران که به ثبت میلیون ها کامنت، توییت و هشتگ در این فضا منجر شد، یک بار دیگر تأثیر پذیری آن را آشکار ساخت. تحلیلگران میگویند دست‌اندرکاران در فضای مجازی به خصوص جوانان مصممند کارنامه حسن روحانی را در 4 سال بعدی ریاست جمهوریش زیر ذره‌بین بگذارند. در این باره افشار سیگارچی توضیحات بیشتری دارد. همچون روزهای گذشته بحث انتخابات داغ‌ترین موضوع فضای مجازی و امروز هم بعد از اعلام برنده شدن آقای روحانی بحث‌های زیادی در فضای مجازی مطرح شد که برخی از کاربرا کلا معتقد هستند که رأی به آقای روحانی رو به نوعی نه مستقیم به آقای خامنه‌ای دونستن و کاربران بسیار دیگری هم در شبکه‌های مجازی با هشتگ من جای روحانی بودم مطالبات از دست رفته ای رو که سال‌ها برای تحقق اونها در تلاش هستن و توقعشون از خواستین اقدامات حسن روحانی نوشتن. اگه بخوایم نگاهی داشته باشیم به برخی از این توییت ها میتونیم اشاره کنیم به توییت میلاروف که نوشته من اگر جای روحانی بودم پیگیر حق ورود زنان به ورزشگاه میشدم چون بیشترین حمایت از طرف خانم ها بود. یا کاربر دیگری اشاره کرده به رأی بالای آقای روحانی در استانی چون سیستان و بلوچستان که مردم اونجا در شرایط سختی زندگی میکنن و کاربر که ایشون در ادامه گفته که من جای اگر آقای روحانی بودم میرفتم سیستان و اون رأی بالایی که بهم دادن یک بار دیگه به درداشون گوش میدادن و براشون آستین بالا میزدن و برخی هم از مطالبات حقوق اقلیت ها گفتن مثل نورمور که گفته من جای روحانی بودم حداقل یک وزیر زن و یک وزیر اهل سنت منصوب میکردم. اما سوی دیگر بحث انتخابات در فضای مجازی باخت آقای رئیسی در این انتخابات بود که نظرات بسیاری در این باره مطرح شد از شوخی و طنز و کنایه تا خط و نشان کشیدن برای دولت. یغما در ارتباط با در واقع ارتباط فضای مجازی و شکست آقای رئیسی به این صورت نوشته که علت شکست اصولگرایان نه تطلو بود نه در سطح‌های قالیباف نه عملکرد رئیسی. علت شکست اصولگرایان بالا رفتن سطح آگاهی مردم توسط شبکه‌های مجازی بود. اما با توجه به دیدار آقای رئیسی و تطلو وعده کنسرتی که آقای رئیسی به این خواننده زیرزمینی داده بود، این توییت مصطفی هم مورد توجه خیلی‌ها قرار گرفت. مصطفی نوشته که من اگر به جای دکتر روحانی باشم روز اول دوره جدید ریاست جمهوریم به تتلو مجوز کنسرت در مشهد رو میدم ببینم چه کسی میخواد از اون جلوگیری کنه. و البته شهرام هم در همین ارتباط توییت کرده و گفته که پدیده ایست قابل بررسی که چطور رئیسی طی 4-5 هفته با امام رضا وارد انتخابات شد و با تتلو از اون خارج شد. اما اون چی که از خروجی جو موجود در فضای مجازی نشون داده میشه اینه که آقای روحانی 4 سال سختی رو پیش رو خواهد داشت از کاربرانی نظیر الهه که از امروز به دنبال تحقق وعده هاشون هستن تا کاربران مخالف دولت و حامی رئیسی نظیر علی که میگن که در حال حاضر با این 16 میلیون رأی که از امروز برای ما به حساب اصولگرا هستن به نوعی منسجم سر شدن و مثل کابوس برای سر دولت آقای روحانی خواهند بود.